خب بسم الله الرحمن الرحیم. درباره باز هم لکچر سوم هست و باقی مانده SQL Constraints که بعضی از اینها را در لکچر قبلی کاور شد یا گفته شده، از جمله پرایمری کی را خواندیم، نات نال گفته شد و فارین کی هم خوانده شد. این برای اینکه چطور میتونیم یونیک کی را وضع کنیم، در زمین چک کانسترینت را وضع کنیم، دیفالت و ایدنتیتی. خب به این خاطر من در این قسمت SQL سرور را باز میکنیم، تیبل ها را قبلا ایجاد کردیم و من در دیتابیس خود که ETVI هست را اکسپاند میکنیم و بخش تیبلز میم، در تیبل دو تیبل داشتیم، یکی دیپارتمنت بود و یکی هم امپلایز هست. میخواستیم که یونیک را بالای از این کالم ها وضع کنیم، یکی دیپارتمنت نیم یونیک باشد، دیپارتمنت هید امو کسی که در حقیقت مو چیرمن یا چیرپرسن برش میگیم، هید آف دیپارتمنت، او هم یونیک باشد و لوکیشنش را یونیک نمیگذاره، فقط این دو مشخصه را میخواستیم یونیک بسازیم. بس بخاطر از اینکه ایره یونیک ساخته باشیم، بالا از این تیبل خود رایت کلیک میکنیم و میریم به قسمت دیزاینش، فیلد ها را مشخص میسازیم. مثلا این فیلد را میخواستم که یونیک بسازم و ایر انتخاب میکنیم، برایش کلیک میکنیم. در این قسمت یک آپشن داریم به نام indexes in keys، برای ازی کلیک کرده این صفحه ظاهر میشود و در اینجا نام میتیم، ایره دلیت نمیکنیم چون که نام از اون پرایمری کی ما هست، ایره دلیت نمیکنیم و ایره چینج هم نمیکنیم، دوباره خود ما وضع میکنیم. خب اوکی کردیم و نام در اینجا آمد و ایره میخواستیم که یونیک باشد و نامش را یونیک میگذارم در اینجا دیپارتمنتس و در دیپارتمنتس بالای کدام کالمی وضع شده نوشته میکنم که دیپارتمنت نیم چی است؟ یونیک هست، نیم یونیک هست. لیکن اگر فعلا اوکی کنیم یا کلوز کنیم، ایره بالای نیم اپلای نمیشه، چرا که در بالا چی انتخاب هست در این قسمت؟ دیپارتمنت ایدی انتخاب هست و ایره باید چینج کردیم در این قسمت و ایره انتخاب میکنیم، بلکه ایره ما بالای دیپارتمنت نیم وضع میکنیم. پس نیم رو انتخاب کردیم، اوکی. در پایین در اینجا برای ما گفته که ایز یونیک، آیا یونیک هست؟ میگیم که نه، تا فعلا نخو یونیک نیست، بلکه ما یونیک میسازیم. بله فعلا یونیک شد و تایپش هم یکی اندکس هست و یکی هم کی هست، ما یونیک کی میسازیم. بله ای یونیک شد و یونیک کی شد و ایره انتخاب. بعدا دیپارتمنت هید را هم به می ترتیب میخواستم که یونیک باشد، رایت کلیک میکنیم در قسمت اندکسیز میم، نام بعدی هم در اینجا برش میتیم و در این قسمت میگیم ای هم چی هست؟ یونیک هست، یونیک کی هست و در این قسمت بالای چی وضع کردیم نوشته میکنیم که دیپارتمنت هید هست، بالای دیپارتمنت هید ایره وضع کردیم، لیکن بالا باید ایره باید چینج کرد. خب در اینجا میایم و ایره نوشته انتخاب میکنیم که دیپارتمنت هید، اوکی، و در این قسمت ایره با یس تبدیل میکنیم. بله یس شد و در اینجا میایم ایره هم با چی تبدیل میکنیم؟ یونیکی تبدیلش میکنیم و ایره کلوز میکنیم و تیبل خود را سیف میکنه. در این قسمت سیف دو تغییر درش آمد، این هم یونیک شد و این هم یونیک شد، یعنی دوپلیکیت دیتا را اکسپت نمیکند. اگر نل باشد مشکل ندارد، لیکن دوپلیکیت دیتا را وارد کردن نمیتونیم در این فیلد های خود. پس یونیک را هم وضع کردیم، یونیک چی تا وضع نشد میتونیم. خب میخواستیم چک را وضع کنیم. خب چک را با کدام ترتیب وضع کردن میتونیم؟ در این قسمت در تیبل امپلای خود میریم. خب اگر در اینجا بیایم و کیز بیایم، در کلید ها در اینجا دو کلید دیگر هم اضافه شده که یکی دیپارتمنت هید هست و یکی دیپارتمنت آیدی هست، اگر سوری دیپارتمنت نیم هست. بالای از اینها ما یونیک کانسترنت وضع کردیم. در بخش بعدی در این قسمت میخواستیم که چک را بالای کدام کالم وضع کنیم. چک را میخواستم که بالای کالم ایج وضع کنیم، که ایج شخص باید چقدر باشد، شرطیه وضع میکنیم و چک را گفته بودیم کانسترینت است که به خاطر وضع کردن شرطیه از این استفاده میکنیم. خب همین تیبل را به دیزاین مود میبریم، دیزاین، و در این قسمت میایم در قسمت ایج و در ایج اینجا رایت کلیک میکنیم، اینجا یک آپشن داریم به نام چک کانسترینت، ولی اینجا کلیک میکنیم و در اینجا برش میگیم اد و نام درستر بالاش میتیم، چک کانسترینت هست بالای نوشته میکنیم ایج وضع شده.
خب این تنها نامش هست، لیکن در بالا اکسپریشن باید بذار شما در این قسمت بالا از کلیک کو این صفحه باز میشه. در اینجا میگیم که ایج شخص باید بزرگتر یا مساوی باشد و 18، و همزمان میتوند که ایج شخص چی باشد کوچکتر یا مساوی باشد مثلا به 45. اینجا وضع کردیم. در حقیقت شرطی است که در وسط در بین از دو قیمت میتونیم قیمت ها را وارد کنیم، از این کوچکتر وضع کردن میتونیم و از این بزرگتر وضع کردن سوری از این بزرگتر وضع کردن میتونیم و از این هم کوچکتر وضع کردن میتونیم. سی چک کانستنت است وضع کردیم، نامش هم در اینجا چنج شد. خب این را سیو میکنیم. بله سیو شد. و یک کانستنت دیگری که در اینجا داریم دیفالت هست. دیفالت به این معنا که اگر در یک فیلد قیمت وارد نمیشود، بای دیفالت کدام قیمت را انتخاب کند خودش، یعنی قیمت های قبلا تعریف شده را میگیم انتخاب کند. مثلا در اینجا بالای آدرس میگیم اگر یک کس آدرس را وارد نمی کند، پس خودش کدام آدرس را باید انتخاب کند. به خاطر اینکه اینجا این کانستنت را ما وضع کرده باشیم، در قسمت پایینی در اینجا کالم پراپرتیز داریم، در اینجا دیفالت والیو اور بایندینگ آپشن داریم. در اینجا کلیک میکنیم، سینگل کوتیشن را باز میکنیم و در داخل سینگل کوتیشن نوشته میکنیم که اگر یک کس پسورد را آدرس را وارد نمی کند، پس آدرس کابل افغانستان انتخاب شود. بای دیفالت این قیمت را ما باش تعریف کردیم. اگر یک کس آدرس خود را وارد نمی کند، بای دیفالت آدرس انتخاب می گردد. پس این دیفالت ولیو است که ما انتخاب کردیم. سیف کردیم تیبل را. و یک کانستنت دیگر هم مونده در این قسمت که کانستنت ایدنتیتی هست. و ایدنتیتی رو گفتیم که ایدنتیتی با خاطر از این وضع می شود که بالای یک کالم خود ما مثلا آتو نمبر رو اپلای کنیم. آتو نمبر یعنی خودش قیمت بگیرد، ما قیمت برش نتیم. مثلا قسمت ایمپلای آیدی رو می خواستم که آتو نمبر بسازیم. این که آتو نمبر می سازیم باز هم در قسمت پایین میم، در قسمت کالم پروپرتیز در اینجا یک آپشن داریم به نام ایدنتیتی، identity specification. ایر اکسپاند می سازیم is identity، فعلا no هست، ایر به yes تبدیل می کنیم. دو قیمت می گیرد، یک identity increment هست که با کدام قیمت increment شود، و یک seed هست یعنی آغاز از چند شود، آغاز از یک شود با یک increment شده برود. و این تیبل خود را سب می کنیم. بله خب warning می دهد، می گیم بله درست هست، تیبل را سب کردیم. تیبل ها را کلوز می کنیم از اینجا و دومش را هم کلوز میکنیم و همه کانستنت ها را ما اپلای کردیم. حال چطور میتونیم دیتا را وارد از این تیبل ها کنیم و کانستنت ها را هم باید مد نظر گرفت. و اول من در قسمت دیپارتمنت که مین تیبل ما هم هست و دوم که از امپلایز چایلد تیبل هست، در قسمت دیپارتمنتس میریم و اینجا به شکل گرافیکی اگر دیتا را انزرت میکردیم در این قسمت، من قبلا هم براتون گفته بودم که ایدیت تاپ 200 روز را انتخاب میکنیم. خب در اینجا دیپارتمنت آیدی برش میتیم مثلا یک، و دیپارتمنت را نام برش میتیم ICT مثلا ICT، و دیپارتمنت هیدش را مثلا نوشته میکنیم که میرویس هست میرویس، و در اینجا لوکیشنش کجاست؟ کابل هست. خب من در قسمت دیپارتمنت تو ای پرایمری هستی را یعنی این قیمت رو ما وارد کردن نمیتونیم چرا که دوپلیکیت رو نمیگیره. اگر انتر کنیم این طرف بیاییم مثلا نوشته کنیم که بزنس نوشته کنیم، بزنس در اینجا بیاییم کریم نوشته کنیم، و در قسمت هم کابل نوشته کنیم. این در اینجا ایرر میدهد که اینجا پرایمری کی وضع شده و دوپلیکیت قیمت رو نمیگیرد، ما دوپلیکیت قیمت رو وارد کردیم، پس این رو باید درست کرد یعنی به دو تبدیلش کرد. فعلا مشکل ندارد و ثبت شده تا. و سوم مثلا میم در این قسمت ایرا یونیک وضع کردیم بالای از این دو قیمت. اگر من دوباره باز نوشته کنم که ICT، چون یک بار ICT وضع کردیم باز هم ایرر برام میدهد، نوشته میکنیم که شریف هست، و در اینجا نوشته کنیم که کابل. خب در این قسمت ایرر میدهد که دپارتمنت لوکیشنش کجا هست. خب این ایرر به خاطر میدهد که اینجا ما دوپلیکیت رو وضع کردیم، دوپلیکیت، و بالای از یونیک کی وضع شده از او خاطر ایرر میدهد. پس این را دوباره باید چی کار کرد؟ کانستراکشن هست، و اینجا نوشته میکنیم کابل باشد، فرق نمیکنم، و این را نوشته میکنیم چهارمش را نوشته میکنیم که اتوموتیو هست، و این هم نوشته میکنیم که واسی، در اینجا هم نوشته میکنیم. خب آدرس رو باید ATVI نوشته میکنیم چون که لوکیشن ATVI هست، و خب
آدرس هست، یوتیوبر نوشته کرده مشکل نداره و نوشته میکنیم پنجم. در این قسمت نوشته میکنیم بزنس. خب بزنس را نوشته کردیم، دوباره قیمت را هم وارد کرده نمیتونیم و اوتوماتیو را نوشته کردیم و میایم بخش اگریکلچر هست. خب نام هست اشتباه اگر شده باشه سپیلش. و اگر باز هم واسه من نوشته کنم ایرر میدهد، بخاطر از این که ایره بالا از این ما یونیک وضع کردیم پس ایره کار کرده نمیتونیم، پس نوشته کنیم که واسه نیست بلکه وایس هست. ساری پس در شیعه بالا خود ایتها را وارد کردیم، پایین دیپارتمنت بود، دیپارتمنت UBC و اینجا آدرس هایش پس به ETVI تبدیل میکنیم، ETVI و پایین تر هم ETVI نوشته کردیم. بیره سب میکنیم، بله ثبت هست، کلوزش میکنیم. بعدا به تیبل بعدی خود میاییم، در اینجا دیتا را وارد میکنیم. تیبل بعدی ما ای است، باز هم رایت کلیک در قسمت ایدیت تاک 200 روز این انتخاب میکنیم، تیبل در اینجا ظاهر میشه. اول اینکه ایره ما ایدنتیتی ساختیم، ایدنتیتی به ایمانه که ما در اینجا قیمت وارد کردن نمیتونیم، قیمت را نمیگیره به خاطر که خودش قیمت خود را میگیرد، ایدنتیتی است. و میاییم در نیم، نیم را هم نل گذاشته نمیتونیم، چرا که بالای از ما گفتم که نل نباید باشد، بس که اگر نل گذاشی و جواب را اینجا نوشته کردی که منیجر و در این خب دیت آف بردش را مثلا نوشته کردیم که تاریخ هر چیز که باشه تاریخ 12 جنوری مثلا 19 خب در این قسمت میایم ایج شرق قدر ایجش باید کالکولیت شود. خب آله فعلا از مثلا از این تاریخ یا سیستم تاریخ امروزی باید این تاریخ منفی شود و در اینجا ایجش باید، لیکن خب بای ریفال فعلا ما ایج برش میتیم باید. خب مثلا 22 نمیشود، لیکن 22 رو وضع کردیم. سالریش هم شاید 2000 باشد و ادرسش هم نوشته میکنیم کابل هست و دیپارتمنت آیدی مربوط به دیپارتمنتی اول میشود که ICT هست. ایرر به خاطر میدهد در اینجا که در اینجا نال والیو را ما بالای اینیم وضع کردن نمیتونیم، چرا که ما در زمانی که ایجاد کردیم گفتیم که نال نباید باشد، پس نامش را حتما باید در اینجا نوشته میکنیم که واسه یا وایس یا هر چیز میشود. فعلا دیتا را اکسپت خوب دو باید یک میامد، لیکن دو آمد، دو بخاطر آمد که یک بار ما انتری کردیم مشکل داد، پس دوم بار که انتری کردیم درست شد، از بخاطری به دو تبدیل شد. و در اینجا میگیم که خب رفی نوشته میکنیم و در اینجا هم نوشته میکنیم که تیچر هست یاد و دیت آف بردش را مثلا خب تاریخ را که وضع کردیم نوشته میکنیم که خب 1998 نوشته میکنیم و در این قسمت 1998 نوشته کردیم نوشته میکنیم که 13 آله. اگر در اینجا ایج را اگر مثلا یک کس وارد میکنه در اینجا 17 ساله اگر وارد کنی، چون ما بالای ازی چک کانسترنت وضع کردیم پس این قیمت را نمیگیرد، مشکل خلق میکند. و با فعلا نوشته میکنیم سالریش هم 2000 هست و زندگی در کابل میکند و دپارتمنت ICT هست، ولی مشکل میدهد بخاطر اینکه اینجا چک کانسترنت وضع شده، بالای ایج چک کانسترنت وضع شده و این قیمت را نمیگیرد. و اگر قیمت را دوباره هم چینج کردیم، مثلا 45 بالا را گرفته بودیم ما 55 برش میدیم، باز ایرر میدهد، این قیمت را هم نمیگیرد. پس یگانه قیمت را که میگیرد او قیمتی هست که باید ما در اینجا دقیق قیمت را وارد کنیم، یعنی در رنجی که ما برش تعیین کردیم. اینجا باز به 5 تبدیل شد، چرا که دو بار انتری کردیم اشتباه و سوم بار انتری کردیم باز درست برآمد. خب نوشته میکنیم که علی خب تیچر هست و در این قسمت دیت آف بردش رو مثلا نوشته میکنیم که 97 در این قسمت ایجش رو نوشته میکنیم و نوشته میکنیم که 24 از این ما و ایجش رو ایجرا کانسترنت رو فهمیدیم 22 نوشته میکنیم یا 27 نوشته میکنیم. در این قسمت میایم بالای سالری ما کدام چک کانسترنت را وضع نکردیم، پس هر قیمت را در اینجا وارد کرده میتونیم و میایم در اینجا برازی ما بای دیفالت یک قیمت را تعریف کردیم، اگر قیمت وارد نشود کدام قیمت را بگیرد. خب قیمت وارد نکردیم و میایم در اینجا میگیم مربوط به دپارتمنت دوم میشود که کانستراکشن هست. خب حالی که انتر میکنیم در اینجا یک رقم خب گری رنگ رو به خود گرفت، میخواستم که اکسیکیوت کنیم، از اینجا اکسیکیوت میکنیم، لیکن میبینید که قیمت بای دیفالت که ما قبلا برش تعریف کرده بودیم او قیمت را به خود گرفت، یعنی قیمت قبلا تعریف شده را به خود گرفت و انشاءالله فهمیده شد و در این قسمت ها همه چیزها واضح هست. اینجا نل نباشد،
و در این قسمت باید بین چی باشد، چه کانستنت وضع شده، در اینجا نال کانستنت وضع شده، در اینجا آیدنتیتی وضع شده و در اینجا چک وضع شده که بین 18 و بین 45 باید باشد و در اینجا دیفالت وضع شده، یعنی اگر قیمت وارد نمیشد باید دیفالت این انتخاب شود. و میایم بر این که فارین کی هم وضع کردن، مثلا نوشته میکنیم که خب ولی هست و در این قسمت نوشته میکنیم که دایرکت چار هست یا و تاریخش رو تاوندشون رو شمی کن 96 و در یک قسمت 09-12 در اینجا نوشته میکنیم که 28 ساله شدی شخص و سالریش هم نوشته میکنیم که 3000 و در یک قسمت خب نوشته میکنیم که لوگر و در اینجا دپارتمنت مثلا چهارم نوشته می آ مثلا یک دو سه تا پنج دپارتمنت ما داریم، لیکن یک کس شش را وارد میکنه. این دیتا که میاد از تیبل اولی میاد، تیبل دپارتمنتس و شش را ما در اونجا نداریم. اگر فعلا من انتر کنم ایرر میدهد به خاطر اینکه فارین کی هست و فارین کی دیتاش از تیبل پرنتش میاد، ما در اونجا شش را نداریم و یعنی یک دو سه چهار پنج دپارتمنت داریم، پس شش در اونجا نیست. اگر شش رو میخواستی دپارتمنت شش رو اول در اونجا اضافه میکنیم، بعدم در اینجا باز قبول میشود. فعلا مجبور هستیم که پنج رو برش بدیم. پنج رو چه میکنند؟ اکسپت میکنند. ولی خدا کنه که فهمیده باشین این کانستنت ها بود که همیشه ما وضع کردیم و چک هم کردیم. در این قسمت این قسمت ایدنتیتی هست، این نات نال هست و در اینجا چک کانستنت وضع شده و در این قسمت رو ما خب دیفالت والیو رو وضع کردیم و در اینجا فارین کی هست در حقیقت این دپارتمنت آی دی دیتاش از تیبل اولی میاد و در تیبل اولی خود دو کانستنت رو وضع کردیم. شما قبلا دیدین که یکیش دپارتمنت هیت هست و یکیش دپارتمنت نیم هست. این هر دوش باید چی باشد؟ یونیک باشد، ولی یونیک هستن و این هم پرایمری کی هست. همه کانستنت ها را انشاءالله در اینجا شامل ساختیم، خدا کنه فهمیده باشین. خب فعلا کفایت میکنه به نقدر. تشکر، خداحافظ.